فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه 16 بهمن اعلام کرد که سفارت بریتانیا در تهران تا پایان ماه جاری میلادی بخش خدمات صدور ویزای خود را راه اندازی می کند. آقای هموند این خبر را در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در لندن اعلام کرد. سفارت بریتانیا در تهران پس از چند سال تعطیلی تابستان سال جاری خورشیدی و مدتی بعد از اعلام توافق هسته ای ایران بازگشایی شد اما هنوز خدمات صدور ویزا در این سفارتخانه ارائه نمی شود محمد جواد ظریف هم از راه اندازی بخش صدور ویزا در سفارتخانه ایران در لندن در چند هفته آینده خبر داده است آقای همون در این دیدار گفت که دو طرف به دنبال بهبود روابط دو کشور به ویژه در بخش اقتصادی و تجاری هستند و ابراز و امیدواری کرد که سفر آقای ظریف اولین دیدار از سفرهای مرتب و زیاد او به بریتانیا و همینطور خودش به تهران باشد وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین گفت که دو طرف در پی برطرف کردن مشکلات موجود برای تسهیل روابط بین بانکی میان دو کشور پس از رفع تعریم ها هستند آقای همان در توییتر خود اولین سفر یک وزیر امور خارجه ایران به بریتانیا در بیش از ده سال اخیر را نشانه گرم شدن روابط دو کشور خوانده است روز گذشته نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست تضمین کند که بانک های اروپایی را به دلیل معاملات مشروع و قانونی خود با ایران مجازات نخواهد کرد به گزارش رویترز شمار زیادی از بانک های خارجی به رغم برداشته شدن تحریم های ایران بر اساس توافق هسته ای نگرانند که در صورت از سرگیری معاملات و تعاملات خود با ایران مشمول تحریم های آمریکا شوند وزیر امور خارجه ایران که روز پنجشنبه 15 بهمن در چتم هاوس مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا در لندن و در کنفرانس یاری رسانی به مردم سوریه صحبت می کرد گفت با سازی اعتماد بانک ها در خصوص اینکه ایالات متحده در روابط آنها با ایران دخالت نخواهد کرد احتمالا مستلزم ارائه تضمین های بیشتر از سوی آمریکاست. آقای ظریف گفت ما به پیچیدگی های حقوقی بیشتری نیاز نداریم بلکه نیازمند آن هستیم که شفاف و دقیق تضمین داده شود که بانک ها می با ایران معامله کنند و ابراز امیدواری کرد که این موضوع خیلی زود حل شود چرا که این امر می تواند مشکلی برای اجرای توافق هسته ای به وجود بیاورد خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که محمد جواد ظریف همچنین گفته است که جانکری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست کنفرانس کمک کنندگان به سوریه به وی اطمینان داده است که محدودیتی برای تعاملات مشروع تجاری میان بانک ها با ایران وجود ندارد خبرگزاری رویترز در این زمینه گزارش داده است آمریکا همچنان مانع همکاری معاملات بانک های این کشور با ایران شده است و هر نوع معامله تجاری با ایران از طریق سیستم مالی آمریکا ممنوع است بنابر گزارش رویترز با توجه به نقش دلار در معاملات مالی بین المللی نگرانی از اقدام احتمالی آمریکا باعث شده تا این مسئله بر پیچیدگی معاملات مالی بانک های خارجی با ایران پس از لغو تحریم ها بیفزاید. وزیر امور خارجه ایران همچنین در نشستی با رؤسای نهادهای ایرانی و ایرانیان مقیم بریتانیا در لندن تأکید کرد هیچگاه دیگر شرایط به قبل از توافق هستهای و اجرای برجام باز نخواهد گشت و تهران آماده همکاری اقتصادی با تمام کشورهای جهان است آقای ظریف در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت یک روزنامه در ایران گفت قوه قضایی ایران مستقل از دولت است با این حال دولت حسن روحانی برای حفظ آزادی مطبوعات با قوه قضایی همکاری می کند. آقای ظریف با ابراز تأسف از اینکه دولت‌های غربی به دلیل روابط تجاری و منافع حاصله از فروش سلاح به برخی کشورهای منطقه نقض حقوق بشر در این کشورها را نادیده می‌گیرند گفت در حادثه منا کمترین قصور دولت عربستان اهمال و نادیده گرفتن مسئولیت های ذاتی خود در قبال حجاج به ویژه حجاج ایرانی بوده است با وجود این ما در برابر این اهمال که منجر به کشته شدن صدها ایرانی شد رابطه را قطع نکردیم آقای ظریف گفت در حادثه سفارت عربستان که هیچ تبعی سعودی کمترین صدمه ای ندید ایران اقدامات لازم برای برخورد با خاطیان را اتخاذ کرد اما آنها با بهانهجویی رابطه را قطع کردند وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان را مانع عمده در مسیر پیشبرد راهکارهای سیاسی برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه دانست و در پایان تأکید کرد که ایران آمادگی دارد تا با کشورهای منطقه برای تأمین صلح و ثبات و آرامش همکاری سازنده داشته باشد همزمان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با همتای آلمانی خود در ریاض گفت پادشاهی سعودی تمامی تسهیلات را برای حجاج ایرانی فراهم می کند وی در یک نشست خبری با والتر مایر وزیر خارجه آلمان گفت که تنش بین ریاض و تهران به خاطر سیاست های مداخل جویانه ایران است ژنرال احمد الاسیری از مشاوران وزارت دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 بهمن ماه اعلام کرد کشورش آماده است در صورت صلاحدید دید ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای آغاز عملیات زمینی جهت مقابله منسجمتر با داعش در سوریه نیروهایش را برای پیشبرد این عملیات ارسال کند این نخستین باری است که پیشنهاد رسمی آغاز عملیات زمینی در سوریه از سوی یکی از کشورهای کلیدی درگیر در جنگ داخلی آن ارائه شده به گفته این مقام ارشد نظامی پادشاهی سعودی کشورش بر این باور است که پیروزی در نبرد علیه شبه نظامیان دولت اسلامی نیازمند تلفیق عملیات زمینی و هوایی است و عربستان با توجه به تجربه که در هدایت اعتلاف نظامی کشورهای عربی علیه شورشیان حوسی تحت حمایت ایران در یمن دارد میتواند در این روند کمک های شایانی کند رال احمد الاسیری همچنین گفته است عربستان از زمان آغاز عملیات نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه برای مقابله با شبکه تروریستی دولت اسلامی در سال 2014 همواره از اعضای فعال این ائتلاف بوده و بیش از 190 حمله هوایی را علیه مواضع داعش سازماندهی کرده است. عربستان سعودی مشارکت خود در عملیات زمینی علیه نیروهای داعش در سوریه را به اجماع نیروهای اعتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا منوط کرده اما سراحتا اعلام کرده حملات هوایی را راه حل ایدئال برای مقابله با جهادگرایان نمی داند و به عملیات ترکیبی اعتقاد و اعتماد بیشتری دارد. به گفته ژنرال الاسیری در صورت موافقت آمریکا و همپیمانانش عربستان و ترکیه هزاران نیروی زمینی را عازم سوریه خواهند کرد آنکارا و ریاض از دیرباز خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت بودند خواسته ای که همواره با مخالفت های سرسختانه تهران و مسکو مهمترین همپیمانان رژیم بشار اسد روبرو شده در واکنش اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه چهارم فوریه از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد آقای کارتر گفته است افزایش حضور نیروهای سایر کشورها به آمریکا کمک می کند تا به نبرد با گروه حکومت اسلامی سرعت ببخشد و با این حال گفت در انتظار خواهد ماند تا در هفته آینده در خصوص پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه با مقامهای این کشور در بروکسل مذاکره کند اشتون کارتر همچنین خبر داد عربستان پیشتر نیز تمایل خود جهت انجام اقدامات بیشتر در مبارزه با گروه حکومت اسلامی را ابراز کرده بود به دنبال پیشروی گروه تروریستی داعش در عراق و تصرف بخش‌های وسیعی از این کشور، ائتلافی به رهبری آمریکا تشکیل شد. این ائتلاف تاکنون برای مقابله با گروه حکومت اسلامی، مواضع این گروه را در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. پیشنهاد تازه عربستان در حالی مطرح شده است که روز گذشته مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن به دلیل فقدان پیشرفت تا 25 فوریه متوقف شد. محمود یا از تحلیلگران مسائل عرب در گفتگو با گاردین گفته است تلاش های جاری در نبرد با داعش با فرسایش مواجه شده و به نظر می هیچ یک از نیروهای زمینی مستقر در سوریه به جز شورشیان تمایلی برای مقابله با دولت اسلامی ندارند به اعتقاد او رژیم بشار اسد ایران سوریه و حزب الله به شدت مشغول مبارزه با مخالفان بشار اسد در سوریه اند و هدفی جز حفظ بشار در قدرت ندارند و در این راه هیچ یک از آنها به جان شهروندان بیگناه سوری اهمیتی نمیدهند افزایش درگیری ها در سوریه در حالی است که خبرها حکایت از افزایش شمار کشته شدگان ایرانی حملات اخیر برای شکستن محاصره شهرک های شیعه نشین نوبل و از زهرا دارد چهاردهم بهمن ما خبرگزاری های فارس و تسلیم گزارش داده بودند که دست کم 13 نفر ایرانی در شمال استان حلب کشته شدند. اما گزارش های منتشر شده تازه نشان میدهد که چندین نفر دیگر نیز طی این مدت کشته شدند. پایگاه خبری موسوم به خبرگزاری اهل بیت ابنا روز 15 بهمن ما نام هفت نفر از کشته شدگان پاسدار و بسیجی را جواد محمدی محمد ابراهیم توفیقیان فیروز حمیدی زاده علی رزا حاجیوند علی حسین کاهکش مرتزا ترابی و رضا عادلی عنوان کرده است. گزارش ها است که سه نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران تقاضای روادید کردند. به گزارش وبسایت روزنامه هیل این سه عضو جمهوری خواه کنگره همزمان با تقاضای روادی در روز پنجشنبه 15 بهمن ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند به درخواست روادیدشان توجه کنند. مایکل پامپیو از ایالات کانزاس، لیزل دین از ایالات نیویورک و فرانک لوبیاندو از ایالات نیوجرسی گفتند هدف اصلی آنها از این سفر مشاهده ی انتخابات ایران از نزدیک است. آنها در این نامه گفتند هدف اصلی ما از این سفر مشاهده انتخابات شما در هفتم اسفند ماه است. این یک رویداد تاریخی است ما مایلیم چگونگی دموکراسی ایران را از نزدیک مشاهده کنیم مایه شرمساری خواهد بود که هیچ آمریکایی این فرصت را نداشته باشد که برای نخستین بار در تاریخ حکومت روحانیون بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات سهه بگذارد در ادامه این نامه به موضوع رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نیز اشاره شده است. این سه نماینده جمهوری کنگره آمریکا همچنین گفتند میخواهند با سفر به تهران بر نحوه اجرای توافق هستهی توسط ایران نظارت کنند. این در حالی است که این سه نماینده کنگره از مخالفان توافق هستهی ایران با شش قدرت جهانی هستند. لیزلدین در بیانیه گفته است مردم آمریکا حق دارند که به اطلاعات دست اول و معتبری از واقعیت امروز ایران چگونگی اجرای توافق ای وضعیت گروگانهای های آمریکایی و اهداف سیاست خارجی رهبر ایران دست یابند. مایکل پامپئو نیز گفته است اگر آنگونه که برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر امور خارجه مدعیند ایران یک شریک واقعی برای صلح است در این صورت رهبران ایران برای صدور روادید برای ما مشکلی نخواهند داشت به گزارش هیل این درخواست نمایندگان جمهوری خواه در نظر طرفداران توافق هسته‌ای با ایران بیشتر جنبه نمایشی دارد. یک روز پیش از اعلام نظر اولیه شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات وزیر کشور با اشاره به مذاکرات با شورای نگهبان و اطلاعات دریافتیش اعلام کرد تعداد افراد تایید صلاحیت شده عدد امیدوار کننده است آقای رحمانی فضلی روز پنج شنبه پانزده بهمن تاکید کرد که شورای نگهبان با وزارت کشور درباره موضوع تایید صلاحیت کاندیداها خیلی همکاری کرده و نتیجه این تعامل خوب بود وی با اشاره به مذاکرات و دیدارهای خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان افزود با آقای جنتی توافق کردیم که اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع می شود ای گذاشته و مسئله را پیگیری کنیم به گفته ی وزیر کشور تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده عدد امیدوار کننده است آقای رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد که حداقل رقابت شکل گیرد و حجم قبول شدگان هم به گونه ای باشد که حداقل حقوق زایع شود. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پیش از این اعلام کرده بود مرحله اولیه ی نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 16 بهمن اعلام می شود. در همین حال محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنج شنبه گفت که شورای نگهبان شامگاه جمعه نام کاندیداهایی که در بررسی اولیه رد صلاحیت شدند را به وزارت کشور اعلام می کند و کاندیداهای رد صلاحیت شده یک بار دیگر فرصت اعتراض دارند. در حالی که های اجرایی وابسته به وزارت کشور 10954 داوطلب را تایید و 814 کاندیدا یعنی حدود 7 درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کرده بودند به گفته ی نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان تنها صلاحیت قریب به 40 درصد از کاندیداها توسط هیئت‌های های نظارت وابسته به شورای نگهبان تایید شده است پیشتر محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفته بود که هیئت‌های اجرایی انتخابات وظیفهشان را درست انجام ندادند و شورای نگهبان مجبور است کسری کار این هیئت‌ها را جبران کند. پیش از آن هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هیئت‌های اجرایی را متهم کرده بود که خیلی زود بررسی صلاحیت نامزدها را از سر خودشان باز می کنند و کسی که در اطلاعات ناجا و قوه سابقه ای ندارد اعلام می کنند سابقه ندارد و باید تایید شود. در مقابل حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه شنبه 13 بهمن در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که دولت در موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس به خوبی عمل کرده است و او از عملکرد دستگاه های دولتی در این باره بسیار راضی است. در همین حال وزیر کشور نیز گفت در حوزه ثبت نام ها ایرادی که به ما وارد شد این بود که وزارت کشور تلاش می کند زیاد بیایند ثبت نام کنند که بعد اینها رد صلاحیت شوند یا نرسند اینها را بررسی کنند و فله ای تایید صلاحیت کنند یا اگر رد شدند برای شورای نگهبان هزینه درست کنند ما روحمان از چنین چیزی خبر نداشت مصطفى تاجزاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی که روز یک شنبه چهارم بهمن منتشر شده است با اشاره به مصوبه ی مجمع تشخیص مسلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده بود که در قانون انتخابات به هیچ وجه به عبارت عدم احراز صلاحیت اشاره ای نشده است کنفرانس بینالمللی کمک به مردم سوریه با تعهد شرکت کنندگان برای پرداخت 11 میلیارد دلار کمکهای مالی برای تامین غذا و سرپناه و ایجاد شغل و ساختن مدرسه برای پناهجویان سوری پایان یافت دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه پانزدهم آبان ما در پایان این نشست بینالمللی که لندن میزبان آن بود در یک کنفرانس خبری یادآور شد این کمک مالی امید آفرین است و به مردم مردم سوریه بخت داشتن آینده بهتر را خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا گفت از این تعهد مالی 11 میلیارد دلاری 6 میلیارد دلار در سال 2016 تامین خواهد شد و 5 میلیارد دلار دیگر هم تا سال 2020 تامین می شود. پیشتر در گزارش ها آمده بود که آلمان، بریتانیا و نروژ در مجموع بیش از 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای کمک به سوریه اختصاص میدهند. بریتانیا اعلام کرده تا سال 2020 یک میلیارد و میلیون دلار برای کمک رسانی به سوریه پرداخت خواهد کرد. فرانسه پرداخت بیش از یک میلیارد دلار به سالهای 2016 تا 2018 را تعهد کرده و همین مبلغ از سوی نروژ برای پرداخت در چهار سال آینده تعهد شده است. آمریکا نیز متقبل 900 میلیون دلار شده که 600 میلیون دلار آن برای تامین غذا و سرپناه برای پناهندگان سوری در اختیار سازمان ملل قرار میگیرد و 300 میلیون دلار آن نیز برای پشتیبانی از آموزش نزدیک به 300 هزار پناهجوی سوری در لبنان و اردن هزینه خواهد شد. ایتالیا، ژاپن، امارات، دانمارک و عربستان سعودی دیگر کشورهایی هستند که در کنفرانس لندن متعهد کمکهای مالی به پناهجویان سوری شدند. پادشاهی عربستان سعودی روز پنجشنبه متحد به افزایش کمک های خود به آوارگان سوریه به مبلغ 100 میلیون دلار شد. ایران نیز اعلام کرد که تاکنون دو میلیارد و 800 میلیون دلار به آوارگان سوری کمک کرده اما رقم جدیدی از کمک در این کنفرانس اعلام نکرد. یک گروه ناظر سازمان ملل متحد میگوید ایران باید قوانینی که به ازدواج و مجازات دختران کودک و نوجوان می انجامد را اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد 15 بهمن ماه گفته است ایران به مجازات کودکانی که زیر سن 18 سال مرتکب جرمی شده اند ادامه می دهد. آنچه برخلاف بین المللی است. گزارش تازه در پی تحقیقات 18 عضو این کمیته از ایران و 13 کشور دیگر منتشر شده است. به گفته این کمیته وضعیت در مورد دختران بدتر است چرا که از نظر قانونی در سن 9 سالگی می توان آنها را مجبور به ازدواج کرد. آن هم با این وجود که در خود قوانین ایران نیز این سن کمی بیشتر و 13 سال است. سن 9 و 15 سال برای دختران و پسران برای اعمال مجازات هایی که باید در مورد بزرگسالان اجرا شود نیز مستاق دارد آنچه سازمان ملل میگوید باز هم در مورد دختران تبعیض آمیزتر است سازمان های بین المللی و فرادولتی بارها در مورد اعمال مجازات به ویژه صدور حکم اعدام علیه کودکان در ایران هشدار داده و از تهران خواستند قوانینش را اصلاح کند این درخواست ها تا کنون نتیجه این نداشته است. در مواردی قوه قضایی ایران گفته است کودکان زیر 18 سال اعدام نمی شوند اما فعالان و حقوقدانان این گفته ها را رد کردند. سازمان اف بین الملل نیز در گزارش تازه ای گفته است دهها مجرم زیر 18 سال در حال حاضر در زندان های ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند. بنابر آمارهای رسمی در ایران هزاران دختر نوجوان زیر سن 15 سال ازدواج می کنند. در مواردی آمار منتشر شده از ازدواج دختران زیر سن 18 سال یک سوم کل ازدواجهای ثبت شده را در بر گرفته است. به گفته ناظران سازمان ملل، ایران به مردان اجازه می‌دهد با دختران 9 ساله رابطه جنسی داشته باشند و اشکال مختلف آزار و اذیت جنسی کودکان در ایران نیز مجازاتی را در بر نمیگیرد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش ها از افزایش شماره ازدواج های اجباری در سن ده سال یا کمتر در ایران با مردان به مراتب سال خورده تر عمیقا ابراز نگرانی کرده است. سازمان ثبت احوال ایران در سال 1391 گفته بود تنها در تهران دست کم 75 ازدواج زیر ده سال ثبت شده است. حملات اخیر ارتش اسد به شمال حلب نه تنها بر مذاکرات ژنو تاثیر منفی گذاشته بلکه موج جدیدی از آوارگان سوری رو روانه کشور ترکیه کرده به گفته احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هفتاد هزار آواره سوری که اغلب زن و کودک هستند در پی حملات چند روز گذشته ارتش اسد به شمال حلب و بمباران جنگندهای روسی از این منطقه گریختن و در حال حرکت به سمت ترکیه هستند آقای داود اغلو حتی گفته که این موج جدید آوارگان در روزهای آینده ممکن هست به 300 هزار نفر هم برسد و اما در پی حملات روز دوشنبه ارتش اسد به شمال حلب که منجر به آزادسازی دو روستای مهم نوبل و زهرا شده شرایط در سوریه پیچیده تر از قبل شده الان خبرهای کایت از آن داره که ارتباط مخالفان اسد از این منطقه با جنوب ترکیه قطع شده تنها راه باقی مانده یک مسیر سخت و دور از دسترس هست که احتمال میره نیروهای دولتی سوریه ته روزهای آینده برای تسلط بر این محور هم یک حمله جدید رو تدارک ببینن با این حال ساکنان این منطقه چه نیروهای مخالف اسد و چه غیر نظامیان فعلا تقریبا در محاصره کامل هستند دیدبان حقوق بشر سوریه هشدار داده در صورت ادامه محاصره ممکن است که ساکنان این مناطق از جمله نیروهای مخالف با خطر گرسنگی و مرگ روبرو بشن و اما از آن سو هم روسیه در هماهنگی با نیروهای زمینی اسد و سپاه قدس ایران بر شدت حملات هوایی خودش در این منطقه افسوده ولی با وجود انتقادات شدید جامعه بین المللی به این کشور مقامات روسی گفتن که عملیات هوایی رو اونها قطع نخواهند کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفته که باید مسیرهای قاچاقی که از طریق مرز ترکیه به مخالفین سوری تجهیزات میرسونن بسته بشه شاید در این صورت به گفته او این حملات کاهش پیدا بکنه و در طی روزهای گذشته ما شاهد افزایش حملات لفظی مقامات دو کشور ترکیه و روسیه بودیم نخست وزیر ترکیه که در کنفرانس کمک به سوریه در لندن حضور پیدا کرده شدیدن از روسیه بابت حملاتش به مناطق غیر نظامیان در سوریه انتقاد کرده های داود گفته که گذرگاه حیاتی در مرز ترکیه و استان حلب با پشتیبانی حملات هوایی روسیه به اشغال نظامیان خارجی و رژیم اسد در آمده از آن سو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته شواهدی در دست داره که ترکیه داره آماده یک حمله نظامی به سوریه میشه و ما در این سو هم ترکیه با درخواست روسیه مبنی بر انجام پرواز شناسایی در اطراف مرز خودش موافقت نکرده در مورد این درخواست روسیه این نکته رو بگم که این درخواست پرواز شناسایی از سوی روسیه در چارچوب پیمانی هست تحت عنوان آسمان های باز که سال 92 میلادی 34 کشور از جمله ترکیه اون رو امضا کردن و بر اساس آن کشورهای عضو این پیمان بنابر سهمیه و درخواست میتونن بر فراز آسمان دیگر پرواز شناسایی انجام بدن تانجو بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز گذشته در مورد عدم موافقت ترکیه با درخواست روسیه گفته که روسیه بر اساس سهمیه پرواز شناسایی خودش رو بر فراز آسمان ترکیه دسامبر گذشته انجام داده و این در حالی است که این کشور محدودیت های زیادی رو در مورد پرواز شناسایی بر فراز آسمان خودش وضع کرده عطا الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز پنج شنبه 15 بهمن تاکید کرد که جمهوری اسلامی به قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به برنامه های موشکی و نظامی ایران عمل نمی کند. آقای صالحی روز پنج شنبه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر توافق اتمی با گروه پنج به علاوه یک بر برنامه های نظامی ایران گفت ما به نامه ها علیه ایران نتوجه توجه می و نه عمل. وی تاکید کرد عمل نکردن به قطنامه های شورای امنیت درباره این مسئله ناقض برجام نیست. ما کار خودمان را میکنیم و برنامه ی آینده ی موشکی ایران نیز قویتر و دقیقتر خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی پیشتر نیز همواره گفتند که آزمایش های موشکی اخیر ایران ناقض توافق هستهای با قدرت های جهانی برجام نیست. گزارش ها حاکی از آن است که دولت ایالات متحده ای آمریکا نیز نظر مشابهی دارد هرچند واشنگتن معتقد است که آزمایش موشکی ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است که در تایید توافق هسته‌ای صادر شد اما در آن تحریم ها و محدودیت ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه موشک های بالستیک دارای توانایی حمل کلاهک هسته‌ای پا برجا ماند. در همین زمینه ایالات متحده آمریکا پس از آزمایش موشک موسوم به اماد تحریم های جدیدی را نیز به این بهانه علیه ایران تصویب کرد که با واکنش منفی مقامها در تهران مواجه شد. با این حال علیرغم دستور پیشین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه پس از توافق هسته ای هر گونه تحریم جدید علیه ایران به هر بهانه ای ناقض این توافق خواهد بود تهران اقدام خاصی در واکنش به این تحریم ها انجام نداد فرمانده کل ارتش ایران در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین مدعی شد که برنامه نظامی جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی برای کشورهای دوست و همسایه نیست اما اینها تهدیدی برای دشمنان این نظام است و اسرائیل باید معنی این حرف را به خوبی بداند آقای صالحی همچنین تاکید کرد که رژیم سهیونیستی از بین نمی رود مگر با مقاومت. جمهوری اسلامی ایران از بد به تأسیس موجودیت کشور و حکومتی به نام اسرائیل را از اساس انکار کرده و رهبران و مقام های ارشد ایران در سی و هفت سال گذشته بارها بر نابودی اسرائیل تاکید کردند. این اظهارات همواره با واکنش منفی اسرائیل و متحدانش و همچنین جامعه بین الملل مواجه شده است.